روی موج، رادیوی ادوینتیستی در آسیو. با عرض سلام به شما شنوندگان عزیز. برای سعادتمندی و خوشنودی شما آغازگر برنامه امروزمان می شویم. برنامه های ما شامل سه بخش می باشند. بخش اول سلامتی که در آن ما به شما طرز حیات سالم، جلوگیری از امراض و غذاهای سالم را پیشنهاد می نماییم. بخش دوم اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. بخش سوم نور معرفت. رازهای نهانی نبوت ها در کتاب مقدس. پس با ما باشید. صدایی امید با نوایی دلیل ها از عالم نباتات. خداوند در طبیعت برای سلامتی ما همه چیزها را مهیا ساخته است. عالم ناتکرار و رنگارنگ نباتات با خواص های مفیدش برای شما و خانواده ایتان. اگر شما خواهان این باشید که بدنتان فعالیت خوب داشته باشد، پس آن را با غذای سالم تامین نمایید. سبوس پرواز و افتیش سبوس جوی روسی. بعد از آن که خصوصیت سبوس جوی روسی آید پایین نمودن سطح کلسترول معلوم شد، این محصولات در نظر افرادها تقریباً که خصوصیت معجزه آور را پیدا کرد. استحصال کنندگان محصولات های همان زمان از این اشتیاق بلند انسان ها استفاده برده قرار دادند که اگر به محصولات جوی روسی علاوه شود همه کار خوب می شود. جنگجوی روسی آغاز یافت. سبوس جوی روسی کم یافت گشتن نرخ آن بالا رفت. این نظر از جهت علمی اثبات شده است. صرف نظر از محابات، جوی روسی در حقیقت واسطه ثمره بخش است. هنگام تحقیقات به گروه مردانی که درجه بلند کلسترول داشتند، به یک کاسه پتراق دانه جو و 5 کیکس از جوی روسی پخته شده را با غذای مقرری آنها دادند. گروه دیگر که همین درجه کلسترول داشت و غذای مقرری استفاده می کردند، بعد 10 روز در گروهی که به غذای آنها جوی روسی علاوه شده بود، درجه کلسترول به 13% پایین شد. راز در همین است. راز در کلیچتکه، یعنی ماده پرده حجره رستنی هاست که جوی روسی در ترکیب خود دارد. شکل های زیادی کلیچتکه موجودند، ولی آنها به دو گروه اساسی جدا می شوند. در آب حل شونده و حل نشونده.
محلول حل شونده در راه معده و روده آب را به خود جذب کرده حجم غذای حاجت را زیاد می کند و برای در روده زودتر حرکت کردن به غذا یاری می رساند. این تأثیری اسهال‌آور داشته و برای به معیار درآوردن درجه قند در خون یاری می رساند. محلول حل شونده به درجه کلسترول تأثیر می رساند. کلسترول این محصول درجه دومی هضم غذاست. بدون محلول حل شونده که برای از روده بیرون آوردن کلسترول یاری می رساند، قسم زیادی این کلسترول دوباره به خون جذب شده مقداری آن را زیاد می کند. در اول چنین حساب می شد که محلول جویروسی کلسترول را به طور ثمره بخش بیرون می آورند. آوازه عجایب بعد چی رخ داد؟ با گذشت چند ماه، مجله مشهور تیبی انگلیس نتیجه تحقیقات را نشر کرد که این افسانه پهن شده را برباد داد. معلوم شد که جویروسی نه آن چیزی است که درباره‌اش چنین فکر می‌کردند. به غیر از این، شعله از جویروسی دل آدمان را گرفته، حتی پخت و پزها از جویروسی دیگر دقت جلب کننده نماندند. پس این هنگامه است؟ بسیار نی. تحقیقات‌های آخرین خصوصیت‌های منفعت بخش جویروسی را انکار نکردند. به جای این معلوم شد که جویروسی نه آنچنان عمل می‌کند که مردم تخمین می‌کردند. آن درمان همه مریضی ها یا معجزه نیست که بعد استعمالش رگ های شیریان در بدن فوراً سالم شود و همه گونه غذا مفید گردد اگر به آن جویروسی علاوه شود. یک قطار تحقیقات ها نشان دادند که یک کاسه کلان شعله گرم و دارای نشایسته در صبحانه خورده شده می تواند حصه زیادی بیکن، تخم، گوشت سرخی و دیگر غذا را عوض نماید که به جیگر کلسترول حاصل می کند ضرر می رساند. تحقیقات های دیگر معلوم نمود که هنگام استعمال محلول حل شونده درجه کلسترول پایین می شود. محلولی که در ترکیب دانه جویروسی جایگیر است نظر به محلول دیگر محصولات ها جا داشته، مثلا لوبیا یا میوه ها افضلیت ندارد. این تحقیقات ها حقیقتی روشن را تصدیق می کند، به خواست خود تغییر آوردنی در پرهیزانه. وقتی غذایی که در ترکیبش نشایسته و محلول زیاد رستنی دارد، غذای گوشتداری در ترکیبش چرب و کلسترول داشته را عوض می کند، سطح کلسترول در بدن پایین می شود. آیا استفاده نمودن جویروسی فایده دارد یا نه؟ اشخاصی که سطح غذای آنها از خوردن های فراوانی رستنی عبارت است، به قدر کافی محلول ها را هم حل شونده و هم حل شونده را جذب می کند. ولی برای اشخاصی که چنین غذا به طبع دلشان نیست، به غذا علاوه نمودن جویروسی و دیگر غلات قدم مفید می بود. همه این چی معنا دارد؟ به طور مخصوص به یک نمود غذا رو آوردن بی‌عقلی است. در آن وقتی که واسطه های اخباری عموم و تبلیغگران کشفیت های هنگام آمیز و حل عادی مشکلات مرکب سلامتی را خوش دارند، از آشکارسازی افسانه درباره جویروسی ما باید خلاصه بگیریم که غذاهای مختلف رستنی در دسترس سلامتی را نگه می دارد. غلجات در هر نمود غذاهای سالم اند، ولی استعمال مقدار زیادی تنها یک نمود غله به مانند جویروسی باعث پیدا شدن مشکلات می گردد. تحقیقات ها نشان دادند که غذای ویجیتریانی که مقدار زیادی محلول و چرب کم دارد، در اکثریت مردم کلسترول را تا 20-30% پایین می آورد. اضافه نمودن جویروسی به چنین خوراک حصه کمی خود را می گذارد. جویروسی خوردن سیر غذا و به بهتر شدن سلامتی مساعدت کننده می باشد، ولی آن باید یک بخشی از غذای پرهیزانه به موازنت آورده شده باشد. طرز سالم و به تنظیم آورده شده حیات صفحه اول روزنامه ها اشغال نمی کند و مقدمه در نظر خورد را نمی دهد. در مدت کوتاه بزنس نقشه مفید را مهیا نمی سازد، ولی آن با خود سلامتی خوب را می آورد. نظر به آن چیزی که نظریه های در بالا ذکر شده داده می تواند. ثروت واقعی سلامتی است. نقطه های طلا و نقره. مهاتما گاندی. شنوندگان عزیز، پس بیایید حیات خود را با سلامتی و خیرات زیور بخشیم. برنامه های ما ادامه دارد، پس با ما باشید.
بخش دوم، اخلاق نیکو. چنان که افلاطون گفته است، تمام طلاهای روی زمین و زیر زمین به قدرت یک فضیلت اخلاقی ارزش ندارد. اسرار سعادتمندی اویله، مکافات حاضر و آینده. خانه اصلی مسیحی این یک چیز به حیات آسمانی مانند است. الانور دوان. اگر پدر و مادر به فرزندان تربیه سازوار دهند، با شادی ثمره محنت دقت طلب خود را در خصلت آنها میبینند. آنها بهر خدا عالی ترین عبادت را به جا می آورند. به فرزندان خود مدنیت معنوی را آموزانید و به آنها تربیه اخلاقی دهید. ذهنهای تازه آنها را با قاعده های استوار و پاکی اخلاقی مستحکم کنید. حالا که شما امکانیت دارید، اساس را برای برقرار کردن اخلاق جوانمردانه گذارید. زحمت شما یک به هزار پاداش داده می شود. زمین و آسمان حاضر نسبت به آن شبی که چوپانان سرودن فرشته ها را در دشت های نزدیکی شهر بیت لحم شنیدند، از یک دیگر دورتر نیست. امروز خدا عیناً همون غمخوری را نسبت آدمان ظاهر می کند که هنگام آدمان عادی به کارهای مقرر مشغول بوده، فرشته ها را در روز روشن پیشواز می گرفتند و با فرستاننده آسمانی در تاغزارها، در صحراها صحبت می کردند، ظاهر کرده بود. در کارهای مقرری روزگار ما ممکن است که آسمان در نزد ما باشد. زندگی در زمین این ابتدای زندگی در آسمان است. تربیه در زمین این آموختن اخلاق آسمان است. محنت اینجا این تیاری، در آنجا محنت کردن است. محض چی خیلی که حاضر هستیم، خصلت و خواهش ما چی گونه است؟ می تواند فعال اعتماد بخش آن چیزی باشد که ما چی گونه می شویم. زحمت پدر و مادر خیردمند را هیچگاه جمعیت اعتراف نمی کند. لیکن هنگامی که نامه های اعمال در آسمان ها کشاده می شوند، کارهای آنها چنانی که خدا آن را می بیند، همان طور نمایان می گردد و در حضور آدمان و فرشتگان پاداش داده می شود. آنگاه هر یک کودکی از طرف والدان به وظیفه خود وفادار تربیه شده، برای دنیا با کدام رسالت آمدن کشاده می شود. کار با خصلت این گونه کودکان آبی دیده به سرانجامی و شبهای بدارخوابی را طلب میکرد. لیکن والدان آن را خیردمندانه و صادقانه اجرا نمودند و آنها از جانب خدا تحسین میشنوند. با کودکان باید آموزند که هنگامی که آنها ذهن خود را برای افکار تازه و با شرف میکشویند و کارهای نیک و ثمره بخش میکنند، آنها با لباس زیبای تنت الهی پوشانیده میشوند. این سر و لباس آنها را حاضر زیبای و محبوب می گردوند و در آینده راه آنها را به درگاه خدا تأمین می نماید. نظری او روایت می کند. آنها همراه من با لباس سفید سیر و گشت می کنند، زیرا آنها سزاوارند. خانه بهترین باغ عدن بعد آن که انسان را از سیر و گشت جایهای خوشنمای آن منع شده بود، باز مدت مدیدی در روی زمین باقی ماند. نوع بشری پسفطرت شده را وقت زیادی اجازه داده شده بود که با آن خانه به عیب و نقصان نگاه کنند که پیش راهی با آن در آمدن را فرشته ها با پاسبانی گرفته بودند. در دروازه های ملائکه ها پاسبانی کننده بهشت حمد و ثنای خدا شروع می شد. به اینجا آدم علیه السلام با فرزندانش برای عبادت خدا می آمدند. در اینجا وصیت های مضمون آداب داشتن خود اطاعت قانون را که برای ویران کردن آن آدم و حوا از بهشت عدن رانده شده بودند نو کردند. این هنگامی رخ داد که موج غیر قانونی دنیا را فرا گرفته بود
و بشرفی آدمان مرگ آنها را از آب طوفان معین نموده، دست عدن شناننده را از زمین برداشت. لیکن هنگام برقرار کنی نهایی آسمان و زمین نو با وجود می آید، بهشت عدن نظر به شکل اولش باز هم دل رباتر آرا داده می شود. سپس به آن کسانی که امر و نهی خدا را رعایت نمودند، زیر درخت حیات عمر جاویدانه بخشیده می شود و در روی طول عصرهای به آخر ساکنان عالمهای به حدود در این باغ مفتون کننده نمونه کاری آفریده خدا را می بینند که با نفرین گناه ویران نشده است و نمونه آن چیزی است که تمام زمین می توانست همان طور شود، به شرطی که انسان نقشه شریفی خالق را اجرا می کرد. نقشه عظیم کفارت کاملا خیرخواهی خدا را به دنیا بر می گرداند. اما آن چیزی که برای گناه شده از دست رفته بود برقرار کرده می شود. نه تنها انسان را آمرزیدند، بلکه زمین را هم، تا که آن مأوای ابدی اطاعتکاران خدا باشد. در دوام 6000 سال شیطان برای مالک شدن بر زمین مبارزه می برد. حالا باشد مقصد نخستین خدا در بابت ایجادکاری هایش عملی می شود. اندیشه میراث آینده را از حد زیاد تصور نمودن بسیاری ها را وادار نمود که از موقع روحی خود همان حقیقت هایی که به ما یاری می رسانند به میراث خود چون به بوششگاه واقعی نظر کنیم شهر دهند. عیسی مسیح شاگردان خود را باور می کنند که او رفته برای آنها در درگاه پدر دایره‌ها آماده می کند. زبان انسان قابل نیست که عطای پارسایان را تصویر نماید. این را فقط آنهای درک می کنند که آن را می بینند. عقل محدود قادر نیست که شرافت بهشت خدا را درک نماید. در کتاب مقدس میراث نجات یافتگان سرزمین ذکر یافته است. در آن سرزمین چوپان آسمانی رمه خداوند را به سرچشمه های آب حیات بخش می راند. درخت حیات هر ماه ثمره اش را می آورد و برگ های درختان برای شفای آدمان خدمت می کنند. آنجا جویبارهای آب صاف و زلال جاری است که هیچگاه خشک نمی شوند. در کنار آن جویها درختان سرشاخ و برگ می رویند. آنجا دشت های وسیع به تپه های کوههای زیبا تبدیل می یابند و قله های بلند تا آسمان ها برداشته می شوند. در این دشت های آرام نزد چشمه های شوخ خلق خدا مأوای خود را ابدی می یابد. ترین ارزش خانوادگی اخلاق نیکوست و همانا با ارزشمندترین بنیازی عقل است. اینجا افغانستان در موج رادیوی ادونتیستی آسیا. اینجا ما می توانیم برای خود از کلام خداوند حقیقت ها را دریابیم. با تعیین کردن حوادث آینده و افتتاح راه نجات در صفحه های کلام مقدس، حق تعالی ما را تنها نگذاشته است. ما شما را به آموزش این گنج بی‌بها دعوت می نماییم. اکنون با هم می شنویم که خداوند چیزی را به آدمان آشکار و تعیین کرده است. وحی امید بخش. شنوندگان عزیز،
اینک می پردازیم با بخش خاتموی سلسله برنامه وحی امید بخش. در دوام یک چند ماه ما با سمع شما سلسله برنامه های وحی امید بخش را رسانیده بودیم و اینک رسیدیم به خاتمه این برنامه. سلسله برنامه های وحی امید بخش ما را از هشداری خداوند نسبت زمان آخیر و فرارسیدن کتاکلیزم ها و ویرانشوی این جهان دوم و اینچونین بازگشت دوباره مسیح بر زمین و داوری عادلانه خداوند درک می دادند. با ما باشد و بخش خاتموی آن را با هم می شنویم. کتاب آخرین کلام مقدس وحی با زبان یونانی اپوکالیپسیس است، یعنی وحی عیسی مسیح خداوند که خدا به او عطا نمود تا به بندگان خود نشان دهد که به قریبی چی ها باید به وقوع آید. کتاب تمام دوره فیض را در بر می گیرد که در آینده همه چیزهای این عالم در زیبایی ابتدایی آنها و سازگاری خدا آدمی از نو برقرار خواهند شد. یوحنای فقیه حواری که به جزیره پتموس بدرگه شده بود در یک قطار رویاهای با حشمت رمزی تقدیر کلیسای عمومی جهانی را مراقبه می نماید و در باره آنها در شکل نامه های به هفت کلیسا، هفت یعنی شماره کمال، حکایت می کند. این نامه های که به کلیساهای آسیای صغیر نوشته شدند غیر از اهمیت محلی موقتی خود همچون معیار احوال روحانی تمام کلیسای مسیح در نظر خدا اهمیت عمومی جهانی دارند، همچنین اهمیت نبوتی دارند، چون که تغییرات پی در پی طبیعت کلیسا را آشکار می سازند. در عین حال اهمیت شخصی نیز دارند، زیرا کلام می باشند که دل هر یک مسیحی جداگانه را امتحان می کند که در نتیجه وی سعی و کوشش می نماید بر سوق طبیعی فطرت پست خود غالب آید. پیش نظر روحانی این بصیر، داوری های خدا هم بر عالمی که نجات را قبول نکرده است و هم بر کلیسایی که به مسیح بی‌وفایی نموده است. بعد از گرفتن عروسی که به او وفا نموده است آشکار می شوند. به شاگرد محبوب خداوند، به یکی از دو پسران رعد که در انجیل مرقس باب 3 آیه 17 آمده است، میسر گردیده است که با نظر روحانی خود به آسمان به تخت جلال وارد شود و از فرا رسیدن همان زمان مسعود پیشکی لذت برد که آن وقت سلطنت جهان سلطنت خداوند ما و مسیح او می گردد. باب 11 و 15 کتاب وحی. در زمانی که پیروان مسیح به تعقیبات بی‌رحمانه عالم بت‌پرستان دچار می شدند، ایمانداران مخصوصاً به جواب چنین سوال احتیاج داشتند که مبارزه بین نور و ظلمات، بین ملکوت خدا و ملکوت میری این جهان چی گونه انجام می‌یابد؟ با جواب این سوال مسیحیان در زمان ما نیز احتیاج دارند که در این وقت مبارزه یا در شکل تعقیبات انجیل برده می شود یا در شکل تمکارانه نوبرآمد نسبت به انجیل
یا به واسطه آن که قریب در همه جا به هر چیزی روحانی به پرواگی ظاهر می نمایند. و وقتی که پسر آدم بیاید، آیا ایمان را بر زمین خواهد یافت؟ انجیل لوقا باب 18 آیه 8. جواب خدا در وحی می گوید که کلیسای حقیقی مسیح که به نظر نونمایان بوده از فرزندان تجدید یافته خدا عبارت است، نه تنها به هدایت روح القدس استادگی می کنند، بلکه جلال هم می یابد، در حالتی که هنگام آمدن مسیح از زمین گرفته می شود و به صورت جاویدانی با سر خود می پیوندد و بر زمین در ایام داوری های خدا باز جانهای زیاده ایمان آورده با یک جایگی بقیه اسرائیل نجات خواهند یافت. وحی یوحنای فقیه به قسم پیغمبرانه کتاب دانیال آید به زمانهای دور همراه می شود. این زمانها چنان که بعضی کسان گمان می کنند در قسم زیادی خود مرور کرده گذشتند و بسیار داوری های خدا بر کلیسای بیوفا و جهان بی اطاعت علاقه به تاریخ تعلق دارند که آن به گفته یک فیلسوف داوری عمومی جهانی خداست. لااقل چنین واقعه را که در عصر هفت بعد از میلاد عرب ها دین به نام پروسلاوی را در ویزنتیه و ترک ها در عصرهای 11 و 15 تارمار کردند. شنوندگان گرامی، وقتی جدا شده این برنامه به انجام می رسد و ادامه بخش خاتمه‌ای کتاب وحی را در برنامه آینده ما خواهید شنید. سربلند و خانه آباد باشید. شنوندگان عزیز، در لحظات آخری برنامه قرار داریم. برای شما از بارگاه منان، صحتمندی و تندرستی، اخلاق نیکو، نور و معرفت الهی خواهانیم. تا برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم.